یک جان سپاس دوست عزیز نازنینم، صفت چهارم گرچه اشاره شد ولی میخوایم مشخصتر دوباره در این مورد بگویم: دوست داشتن و احترام پدر و مادر و اعضای خانواده، این مهمترین صفت است که ما و شما یک جوان بر نظر بگیریم. کل اعضای خانواده خود باید دوست داشته باشیم، برخوردها شفقت داشته باشیم. اگر خواهر و برادر تلتکوب میکنی، اگر دو دشنام میتی، اگر توهین میکنی، تو اونا را خراب میسازی، عزت نفسشان، اعتماد به نفسشان، زندگیشان. این را باید اصلاح بسازی. از امروز که رفتی مهربان باش، خیر خواهر و برادرت برش مهربان باش و او چند روز احساس کنم میفهم شما این کار نمیکنی. دیگرام ای لالا تو مرا هر وقت لطکوب میکردی، چطور یک آدم خوب شدی؟ بگو فقط اینمی توفی برنامه خودشناسی است بر تو استاد اینمی روان کرده که من دیگه تو را لطکوب نمی کنم، من در رشد تو کمک میکنم. و ما منعیس کلان خانه قسمی باشیم که برادر خورد ما از ما یاد بگیره. من خودم در ماینه خانه بار بار دیدیم که در یک خانواده برادر کلان یک اشتباه کرده، مثلا چرس مصرف کرده، مواد مخدر مصرف کرده، خورده ماستاستا دمو راستا رفته، چون دیگه کلان زبان نداره بر از او که بگه نکو. میفهمین روزی که خود ما بد باشیم دیگرها را گفته نمیتونیم که تو خوب باش. مثل که شما دینمی باز ما زیاد غیبتگر هستیم، این رو باید ما از برنامه امی غیبت آخر باشه انشالله. ببینین دمی چوکی های بالا چرا یکی دیگه خدا گفته نمیتونه که تو رشوت نخود، حق مردم نخود، پولی کمک شدن، مکتب خیالی نساز، خلاصه در بخش حق عسکر مصرف نکن. چرا گفته نمیتونه یکی بشی دیگه خود زبان نداره؟ تو خودت چرا 2 میلیون مصرف کردی؟ میبینی به اینی خاطر است که گدودی و مشکل است. اگه یک نفر پاک باشه او باز میتونه انگشت انتقاد دیر کنه. حالا تو که نمیگه انگشت خودت، خودت بگو 1 میلیون دلار گرفتیم تو 3 میلیون دلار مصرف کردی. اینی جس که چیز گفته نمیتونه. در خانواده هم اینطور است. اگه تو خودت سیگرت تک در دستت بیاد درک خورده بگی سیگرت نکش، سلط کم سایل کنه میفهمی دیگه قضیه چیز. بناهن اگه ما خوب باشیم خوردام از ما خوب یاد میگیره. بگیرین اگه بخاطر خود خوب نمیشین، بخاطر تربیه خوردا خوب باشین. این یک طرف قضیه. اما این طرف هم یادتان باشه که احترام پدر مادر داشته باشین. اگر شما پروفیسور دنیا باشین ولی خدا اینا خواسته در مقابل پدر مادر بلنگ گپ میزنین، بیادبی میکنین، دو دشنام میتین، زشت برخورد میکنین، کل خوبیتان زیر سوال میبره. دین بار بار بر ما گفته اوف نگوین در مقابل پدر مادر. با محبت که ببینین ثواب است، عبادت است، خدمتشان بکنین. پدر مادر که ما شما بسیار مشقت دیده، کودک انسانی را اگر پدر مادر محافظت نکنه میمیره. یعنی اگر حمایت پدر مادر نمی بود ما زنده تا نمی بودیم. بی خوبیار امرای ما تیر کرده. شما که خودتان پدر مادر شوین میفهمین. مثلی که مثل که یک قصه میکنن، میگه یک کسی بچیش اما تو زیر آفتاب استاده بود، پدرش برش بچه ما زیر آفتاب است که بیا مریض میشه، زیر آفتاب است 3-4 دفعه گفت قبول نکرد. نواسی خدا آوردم یادم زیر آفتاب گرفت، اما بچهش پدر بود دیگه، نواسیش آورد. ای با پدر خدا چی پدر علم تفلک بفر که مریض میشه. گفت بچین پیشتر مام تو را همقه میگفتم، همقه که توی طفلک دوست داری مام تو را دوست دارم، همه تو که تو نمیخوایی مریض شد مام نمیخوایم. شما که وقتی خودتان اولاد دار شدین میفهمین که وقتی یک اولادتان مریض است کمی تب کرده تو دسپایت گم میکنی که چی کنی، یالی وار خطا میشی. شبا بیخوابی کشیدن، خودشان شکم گرسنه ولی بر تو نان رساندن، همیالی پدرها زحمت میکشن در این شرایط سخت، نان پیدا کردن بسیار مشکل است. گپ 4 نفر بی حیثیت و بی آبرو را سپری میکنن، تحمل میکنن به خاطر ما و شما. من ماینه خانه بعضی یار دارم، میگه من رئیسم یک آدم بد اخلاق و زشت است، میاد دو میزنه، بعضی وقت نشام میباشه، میگه چند دفعه خستیم مشتون بسته کردیم که یک اما کم تو کردیم اولاد میاد ما آمده، پس تحمل کردیم، اما تو آدم زشت تحمل کردیم به خاطر اولاد خود. صدها توی تو فداکاری است. یک دفعه برین پرسانشان کنین، اما تو یک دفعه با محبت تو امروز برو و پدر جان هر بدی کردیم، مادر جان بد کردیم، معذرت میخوایم. ببین اشک شلقه میزن نمیزنه، او چی معنا میته؟ یک سختی و غم به خاطر تیر کرده و امروز میفهمه ای اولادم فهمید. در ماینه خانه جنرال میه میگه کل عمرم در سنگر بوده، هیچ ترس ندارم،
اما همین جنرال گریه را شروع میکنه، میگه اینی جوان حالی معتاد معتاد شده ای بچیم، حال قلب ما شکسته. یک کسی که کل عمر در سنگر بوده نترسیده، ولی به خاطر معتاد شدن اولادش اشکش میاد. حالا شما ببینین پدرها چی میکشن، مادرها چی میکشن. بنان لطفاً قدر پدر مادر را بفهمین. متاسفانه در اواخر یکی از بدبختی ها همیست که شما شاید شاهدش باشین. ما این خانه میاد دختر جوان در مقابل مادر گپ میزنه، بچه در مقابل پدر گپ میزنن، زشت برخورد میکنن. زیادش این سریال ها متاسفانه نشان میده این بی‌احترامی ها را، این برخورد های بده که پدر به اولاد در مقابل پدر. شما نکنین، قدر پدر مادر را بفهمین. امی یک اصل خیر، امی شما امی کلش فدای سرتان، امی احترام پدر مادر کنین. این خودش شما را میرسانه، خودش میرسانه. راهنمایی پدر مادر میرسانه ما را، دعای پدر مادر میرسه. ما شکر مسلمان هستیم، اکثر بزرگای دینی را ببینیم موفقیتشان پرسان کرده چیست از دعای مادرم، از خدمت پدرم. حال تو که خدمت نمیکنی بد برخورد خو نکن. تو به هر جایی که رسیدی از برکت پدر مادرت بوده. اگه نمیتونستی از تو که یک طفل بسیار باهوش پدرش نبوده، او بیچاره موتر میشوه، او موترشوی مانده، مزدورکار مانده، اما تو مکتب خوندی، تو از برکت پدرت به اونجا رسیدی. در این مورد هر چی بگوییم کم است، ولی لطفا شما ایره اصلاح بسازیم. صفت پنجم پیش جوان سالم مهربان بودن است، به جای مهر طلب بودن. ما باید انسان مهربان باشیم. پنجم مهربانی است. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی مهربانی داریم که خوب است، یکی مهرطلبی داریم که بد است. جوان ناسالم مهرطلب است، گدای محبت است. در بدر عزیز که دیگه ای را خوب فکر کنه، حاضر است به خاطر خوب فکر شدن کار بد بکنه. همونطور که پیشتر گفتم، با مکتب گریز مکتب گریزی میکنه، با دوست سیگریتی خود با وجودی که میفهمی کار خوب نیست سیگریت میکشه، خود بدبخت و بیچاره میسه که خود خوب نشان بده بر از اونا، ثابت بسازه که بله مرا دوست داشته باشه. نه، ما انسان مهربان باشیم. مهربانی صفت خوب است. چی معنا؟ من کار خوب برات تو میکنم، کار درست میکنم، از دستم خدمتی بیا برات میکنم، ولی هیچ توقعی از تو ندارم. میره فقط به خاطر رضای خدا، به خاطر از اینکه من انسان هستم، تو انسان هستی، کار خوبه میکنم. حتی منتظر نیستم از بشنوم که تشکر بگویی، منتظر نیستم تو بعدن این کار برام بکنی. حتی من از تو تشکری میکنم که زمینه را فرام میسه می خدمت بر تو کنم. مثل که من همین لحظه باز از شما سپاسگزاری میکنم، از بیننده ها که برنامه را میشنوین، برای من این زمینه را مساعد میسازین که من در خدمتتان باشم یا خدمت گذاری بر شما بکنم. من از این لذت میبرم. من منتظر نیستم تو از من تشکری کنی. در برنامه های من مردم زمین نوست از تشکر از خدمات و برنامه هایت میگم. نه، از تو تشکر که از بین 20 برنامه میای برنامه مرا گوش میکنی و تو به فکر ساختن خود هستی. من کل آرزوی میست که تو زندگیت خوب شوه. اگر خدای توفیق بر ما بده که ما بر تو مفید واقع شوم، بسم است. اگر کدام روز احساس کردی که از من تشکری کنی، این کار نکن. برو یک نفر معرفی کو برنامه را، یک نفر تشویق کو بیا کت د سمینار، یک نفر بگو کینی برنامه را بشنوی، کتاب بخونی، دی وی دی را ببین. اینی اوج آرزویم است. بنان انسان مهربان روزی که اول بر خود میرسه، بعدش بر دیگران، و این رسیدن بر دیگران را به خاطر معامله نیست. مثلا رابطه مهربانی رو شما باز همونطور که از پدر مادر یاد کردیم، شما در رابطه پدر مادر میبینین خودشان شیر نمیخورن یا یک شیر ارزان میخوره، اما بر طفل خود کوشش میکنن قیمتی ترین و سی ترین شیر بخواه. سرش مکتب میخونه، درس میخونه، به فکر چی است؟ به فکر از ایسی بر خود زندگیش ساخته شوه. زیاد پدر مادر رو در ماینه خانه همونطور میه بچهش مثلا یک مشکل دارد، معتاد است، یک چیزی است، حضور میکنیم بچیم ما نمیخوایم به ما شوی، ما یک روز مرده نیستیم، عمر ما کم مانده، ما میخوایم بعد از ما تو به خود رسیدگی بتانی. برو تا روزی که من هستم من تو رو کمک میکنم، ولی روزی که نیستم خاطر من راحت باشه، من رازی مرگ راحت باشم که من که نیستم یه اولادم خودت چلانده میتونه، پیش برده میتونه زندگیشه. میبینین آرزوی یک پدر مادره که حتی وقت مرگ نگرانی ذهنش تو استی که تو ایران نمونی بعد از او. این مهربانیست.
بله، با وجود پدر مادرها افتخار میکنیم، خداوند عمر طولانی به تشانه جان جور نصیبشان کنه، دوستشان داریم. کل ما و شما یک وقفی خوردم میگیریم، به تقیبش مده خدمتتان.